آرايزن. خب حسن پور، همینطور که میدونید شما در برنامه پرژن بارس که تشریف آوردید، من گفتم خدمتتون که ما در این برنامه سعی داریم نویسنده هاش و شاعران عزیزمون رو که در همه جای دنیا ممکن وجود داشته باشند رو زیر یک سقف به نام پرژن بارس و جواز ادبیات فارسی زیر این پرچم گره هم بیاریم. به نظر شما این مسئله چقدر میتونه به جامعه ادبیمون کمک کنه و به خود نویسنده و شاعرها چقدر؟ خیلی عالی. من به نوبه خودم ازتون بسیار سپاسگزارم، این که بدون تبعیض، بدون مرکزگرایی محض، که متاسفانه در ایران اونایی که مرکز نشین هستن، اونایی که در پایتخت زندگی میکنن و قطعا دسترسیشون به نسبت ماهایی که در شهرستان ها به دنیا اومدیم، بزرگ شدیم و کار کردیم، خیلی شرایط ما فرق میکنه. و اینکه شما بدون هیچ تبعیضی و بدون اون دید مرکزگرایی همه رو تحت پوشش قرار دادین برای مصاحبه، برای شناختن افرادی که در زمین ادبیات و هنر کار میکنن و دغدغه دارن، این واقعا به نظرم خیلی امتیاز برنامه شما محسوب میشه و من به نوبه خودم خیلی سپاسگزارم از تلاش بیوقفتون در این زمین. مرسی، متشکرم، امیدوارم که در کنار شما به خوبی جلو ببرید. و اما کار دیگه که ما انجام میدیم این هستش که چه کسی که یک کتاب داده باشه بیرون بیاد قسمت ادبیات رو صحبت میکنم، چون ما کتگوری مختلفی داریم، موزیک رو داریم، فیلم و سینما رو داریم، عکاسی رو داریم. توی قسمت ادبیات چه کسی که یک کتاب منتشر کرده باشه، چه کسی که سالها داره می‌نویسه، 70 تا کتاب در واقع مثلا چاپ کرده باشه، هر دو میتونن در این کاتگوری که در واقع کاتگوری ادبیات میتونن وارد شن و خودش رو معرفی. نظرتون در این مورد چی هست؟ که آیا به نظرتون این کار خوبیه یا نه فقط باید اونایی که پیشکسوت هستن مطرح شه؟ بله خانم سنای عزیز، اگه بخوام واقعا حرف دلم رو بگم، به عنوان کسی که خب دو تا کتاب وارد بازار کردم در سال گذشته و جفتشون مثلا چه به زبان مادریم و چه زبان فارسی، برای من کار اول محسوب می شدن و حتی ترجمه که در دست دارم. نمیدونم اینو به عنوان یه کسی که تازه کارش منتشر شده، به عنوان یه گلگی از اساتید، از کسایی که سالها در این راه زحمت کشیدن و اسم و رسمی دارن، من به عنوان یک گلگی چرا و حتی از خود نشرها بهای آنچنان داده نمیشه خانم سنایی متاسفانه. و اینکه در ادبیات متاسفانه مثل خیلی از چیزهای دیگه در ایران، معذرت میخوام، ولی انگار یه اصطلاح خودی و غیر خودی باب شده. شاعرا یا ناشرا انگار تیم تشکیل دادن بعضی وقتا. من متاسفم که این حرف رو میزنم، ولی این به عنوان گلگی من. کسایی که در تیمشون باشن، کسایی که مثل اونا فکر کنن، مثل اونا بیندیشن، مثل اونا بنویسن، حمایت میشن، ساپورتشون میکنن، تشویقشون میکنن، اگه کتابی چاپ بشه تبلیغاتشو میکنن. بعضی وقتا کتابهایی وارد بازار شدن که به چاپش چندم و چندم رسیدن، وقتی که در واقع میخونیشون، من بدون هیچ ادعا واقعا واقعا اون کتاب حس میکنی ارزش این تعداد چاپو نداشته. پس نشون میده که جریاناتی پشت پرده این حمایت رو ازش کردن. ولی خیلی وقتا به فرموده جناب اصغر نوری، بعضی از ترجمه ها یا بعضی از شعرها وارد بازار میشه، کار خیلی خوبی هم هست، ولی شهید میشن، چون بدون پشتوانن، چون بدون حمایتن، چون جز تیم خودی خیلی ها محسوب نمیشن. من اینو، این واقعا درده و من این درد رو با تمام وجودم طی سال گذشته لمس کردم و خیلی ناخوشاینده برای کسی که دغدغش ادبیاته، برای کسی که دغدغش نوشتنه، وقتی که حس میکنه اونجوری که باید و شاید پذیرفته نمیشه، چون میخواد مستقل بنویسه، چون نمیخواد زیر هیچ پرچمی بره، چون
میخواد راه خودش و سبک خودش رو داشته باشه یه مقدار سخته. ممنون از نظرات شما خانم حسن.